تورا سیبالانو موشه مرشاق ایلت یعقوب در میشنای آوود فصل پنجم میشنای نوزدهم، یکی از اون میشناهای بسیار اساسی و مهم هستش در رابطه با خصایل نیکی که انسان باید در صدر و رأس زندگی خودش قرار بده تا بتونه مطابق این خصایل به اون چه که در خود میشنا ذکر شده نائل بشه. میفرماید کل میشه یش بیا دو شلوشا دواریم حلالو، هر شخصی که از این سه مطلب یا سه خصلت برخوردار هست از شاگردان ابراهام آوین و آلافشانون به شمار میره. منظور این که یعنی از پیروان ابراهام آوین، یا شاید عمیق‌تر بشه بهش نگاه کرد بتونه بعد از 120 سال در جایگاهی همچون جایگاه ابراهام آوین و مثل جایگاه اون در گن ادن ساکن بشه و این سه مطلب عکسشون صدق میکنن در مورد پیروان بیلعام هاراشا که عبارتند از عین تووا نیک نظری. مطمئنا برای درک ساده گفته های تنائیم و میشنا یکی از مختصرترین در این حال مفیدترین تفاصیلی بر روی میشنا تفسیر عرب و ودیا میبرتنورا هستش که ایشون از نوابق بسیار مشهور تاریخ ما هستند و ایشون میفرمایند که عین تووا منظور از نیک نظری قناعت در اون چه که مال خودش هستش و هوس نمیبره به مال دیگران، که ما این موضوع رو در مورد ابراهام آوینو میبینیم که به پادشاه سدوم گفت برشید فصل 14 این میخوت و عدس رخ نل، بعد از اینکه به جنگ به چهار پادشاه هر رفت که لوط رو برگردونه و پادشاه سدوم اومد بهش گفتش که افراد منو برگردون، اونجا ابراهام آوینو گفتش که ببین مطمئن باش من یه بند کفشم از چیزی که به تو تعلق داره نمیخوام و اصلا چشم ندارم به داشته های تو و این مقه میکل اشلاخ لخا، از هیچ چیزی که به تو داره من کاری ندارم، یعنی من به مال کسی کاری ندارم، به اونچه که هاشم به خودم داده قناعت میکنم و دید منفی به مال دیگران نداشتن، حسادت نکردن، حسرت نخوردن بابت مال دیگری، مگر عین تو با نیک نظر بودن، اگه داره نوش جونش خیرشا ببین انشالله، این میشه نیک نظری. و روح گبوها یعنی ببخشید روح نموخا به معنای تواضع بسیار، واژه‌ای که برتنورا استفاده می‌کنن اناوا یترا تواضع بسیار، که ما این موضوع رو در مورد باز ابراهام آوین رو می‌بینیم که واضحاً در پاسخ میگه آنوخی آفار وائفه، من خاک و خاکستر هستم. و خصلت سوم نفش شفالا، که نفش شفالا را برتنورا توضیح میدن منظور پارسایی از شهوات، پرهیز از تعوت، هوس‌هایی که میتونن این دنیا و عاقبت آدم رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن. ما این موضوع رو در مورد ابراهام آوینو میبینیم که نوشته شده اینه نایادت که ایشای فت مرعه آت، ابراهام آوینو نسبت به زن خودش همسر خودش میگه که اینک حال درک کردم که تو چقدر زن زیبارویی هستی، منظور این که در دیدش چقدر برحذر بوده که چشم پاک باشه و تو مسائلی که مربوط به شهوت هستش پرهیز میکرده، در صورتی که دقیقا عکسش رو در مورد بیلعام میبینیم. این را که بیلعام تنگ نظر بوده، شاهای رب اینه هماغم شیلخ تل بالاق و های اولخ که دلی تل ساخار، همش دنبال پول بوده که بالاق بهش پیشنهاد بهتر بده، از اون طرف غرور داشته نعوم شمه ایمرئل و یودی عدد الیون که ادعا میکرده من میتونم فکر خدا رو بخونم، و رفش رخاوا بسیار شهوت پرست و شهوتران بوده و همین دلیلش هم بوده که دخترای معاو و بی صاحب میشموره با پیشنهادی که میده که بیان اسرائیل رو خطاکار بکنن، چون وجودش غرق در این مسائل توم آ و ناپاکی بوده. در ادامه میشنا میفرماید کسی که از این سه خصلت برخوردار باشه که گفتیم پیروان ابراهام آوین و آلافشانم هستش، فکر نکنید که قراری تو این دنیا زندگی خوبی نداشته باشه. به خاطر همین تو میشنا میگه اخلین با علام هزه، تو همین دنیا هم از
ثمره، نه اصل مزد میسواهاشون، از ثمره این اخلاقیات و خصایل نیکشون لذت میبرن، تو همین دنیای مادی هم زندگی خوبی دارن. نه اینکه ثروت، زندگی خوب به معنای نیستش که آدمای غنی و ثروتمندی خواهند بود، نه، همچین چیزی نمینویسه تو میشنا. ممکنه یه آدم خیلی صدیقی هم ببینی که واقعا انسان با اخلاق و با منشیه و آدم درستیه، ولی ثروتمند نی. این به این معنا نیستش که قراره هر کسی اینطوری باشه پولدار بشه. اصلا اشتباه این طرز فکره. منظور اینه که اخلیم با علام هزه همونطور که، یعنی از پری، یعنی از ثمره این خلقیات مثبتش برخوردار خواهد بود، زندگی با آرامشی داره. زندگی تو همین دنیا هم این نیستش که خیلی تحت فشار باشه یا چه کنم داشته باشه. و نوحلیم با علام هبا، و البته اصل مزدشون در عالم باقیه، همونطور که در میشنه فصل 8 میفرماید لهنخیل و هوایش و اسرته هم عمله، اونطور که برتنورا ساده پاسوق رو توضیح میده، و هوای اشاره داره به ابراهام که تو ناوی اشعیا میفرماید زر ابراهام و هوی، ابراهام محبوب خدا خونده شده، یش منظور در عالم باقی هستش، که اسرته هم عمله منظور در عالم حاضر، که هم اون دنیا و در این دنیا خداوند آرامش و برکت رو برای این اشخاص برمقام میاره. اول تلمیداف شل بیمام هاراشا، لیکن پیروان بیلام هاراشا به ارث میبرن جهنم رو و پایین میرن به چاه تباهی، همطور که در تهیلین فصل 55 میفرماید و عطا الهیم توریدم لیب ارشهت، و توی خدا پایین میبری آنها را به چاه تباهی، انشه دامیم و میرما، افراد خونریز، که برتنورا میگه منظور بیلامه که خونده شده ایش دامیم، شخصی که خونهای بیگناه رو ریخته، که به خاطر مشورتش 24,000 نفر از اسرائیل براها شدن، اومیرما یعنی فریبکار، لو یخت سوی مهم، این افراد حتی به نیمی از عمر خودشون هم نمیرسن، ونی افتح باخ و من به تو توکل میکنم، که به نیمی از عمر خودشون هم نمیرسن. راشیزال اونجا رو پاسخ مینویسه نیمی از عمر یعنی 35 سالگی، به خاطر اینکه حداقل میانگین عمری که تو تهیلی میگه برای آدم یه مشنوتن و شیوعیم شانا 70 ساله، نصفش میشه 35 سال. و ما در مورد دوئگ، اخیتوفل و بیلعام، اینها زر شایمی بودن که تو گمارای مسخت سنهدرین فصل آخر میگه اولام حبا ندارن و هیچ کدومشون تا 35 سال هم عمر نکردن، هیچ کدومشون. همین پاسوق تهیلیمه، میگه لو یخت سوی مهم، یعنی نیمی از عمرشون هم سپری نکردن. دوئگ و اخیتوفل همون زیر 35 سال از بین رفتن، بیلعام هم 33 سالگی کشته شد. اینه که بعد این خصایل آدم همیشه مد نظر داشته باشه. حالا بدین دل بیشتر در عمق این میشنا خواهیم رفت و بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. بارو خدانای لونا مامن.